خوبه میدونی چقدر دختر آرزوشونه باید باشه؟ ما باید نونا رو واسه تو بگیریم. تموم شد. من یاورم. مونا با من خوشبخت بشه. واقعا خوشبخته. صندلی نمیخوای برداری از جلوش؟ نه دیده میشه. سورپرایز. سلام. مونا گازین. من بگم؟ من یه پسر خاله دارم خیلی پول داره، یعنی بهت بگم این چقدر پول داره اصلا نمیشه. هی من گفتم خدای جواب وای وای اینطورش دیگه از تو خوشت اومده چی شده؟ ببین امروز سه بار با من زنگ زده مانا ولی بعد بگم نه دیگه کلیه امشب خب اما مونا صحبت کنم و فلان و خیلی آدم ازدواجی اصلا از دوستی نیست فقط ازدواج نه نمیتونم گفتم مادرم هم صحبت کردم فنو. نه من قصد ازدواج ندارم خودم تحصیل دارم من خیلی پول دارم جدی دارم میگم ببین نکوش نظرت عوض شده عکسشو بده نشون بدم خدا این مسخره داری میکنی یعنی گل بل بل میخوایی نشون دادی نه بایستا اینه هستش نگاش کن خاله اومده اونا خیلی پول دارم اونا اصلا میگم چیزی نمیشه تو داری با خانواده ما میخندی شوخی داری میکنی بابا میگم امروز فقط سه بار من زنگ زده که تو رو خدا با نگاه صحبت کن بابا قیافش دقت کن اصلا قیافش دقت نکن پول داره دوش همه چی پول نیست من اصلا چیزی نمیتونم قدش هم بلنده قدش هم بلنده قدش هم بلنده مونا الان توی من یه حسی به میگه اصلا اینترنت اینو در آوردی نمیتونه پسر خاله باشه فالوور هم باشه پسر خاله نیم پسر خاله تو شوخی نمیم نگاه کنم چند تا فرند مشترک فقط قدش یا چیز نمیدونم نه فامیلمونه واقعا تو فکر کردی کی کی هست ما فامیلمون مونا پسر خاله ما تعصب داریم بعدش خوبه میدونی چقدر دختر آرزوشونه با این باشه چی داره بعدش خوبه چیکار هست وای کامرا کشو ببین کلی زمین داره یه گاوداری داره صد رست دام جدی دارم نخند جدی دارم میگم به تو میدونی گاوه رو بخواده داره میشه گاوه صد رست دام داره پرورش سگ داره بعد دیگه بگم 20 دونه تیبا خریده 20 تا تیبا خریده آره 20 تا تیبا خریده بابا چرا توهین میکنی به ما فامیل پسر خاله من توهین نمیکنم به خدا خوب فکر میکنم دارین دست مادرش خواهر مادرمه نه داری توهین نمیکنم نه به خدا توهین نمیکنم تازه از در پدریش هم با هم فامیلی دو طرف فامیلیم خیلی فامیلی خیلی پول دارم پرورش ماهی داره چطور دو تا دونه اسب داره مونا دو تا دونه اسب داره مونا دو تا دونه اسب داره که هر کدوم اسبا مثلا 200 میلیون پولش ولی خود وکیل من خیلی اسبم آره مثلا میگه میشه بده به تو مثلا میگه مثلا یه ماشین عروس بده با اسب بیاد دنبالت خوبه سوار اسبت کنن جدی میگم تو فقط قبول کن من خالم اصلا آرزوش این پسر رو تو لباس دامادی ببینه هر چی سریعتر آخه من واقعا نمیخوام خواهد ازدواج بکنم حالا اگه میگفتی اوکی دوست باشی میگفتم اوکی مثلا. آخه به این قیافه میخوره با کسی دوست شه این سری میخواد ازدواج کنه این مگس ماده میبینی میشه میکنه اون بر حالا حتی خودش اومده پسر مؤدب محجوب اصلا باورت نمیشه اصلا تاله دونه دوست دختر هم نداشتی سری ازدواج سری ازدواج نه اصلا نمیدونم که احساس میکنم درست نیست یه چیه چیه کار دارم
میخواد زنگ بزنم و صحبت کنیم. تو فقط کافیه یه دور بری ایران خانواده ها ببینید و اینا گفته من چیز گاوداری میفروشم میام اینجا. تازه فقط گاوداری ها میگم صد رست گاوگوسفندم داره همه چی داره. چقدر زمین دارم؟ 30 تا تیبا 20 تا تیبا تو نمایشگاه ماشین 20 تا دونه تیبا داره. همه رو میفروه. خب یه بنزی اون تیبا بیشتر از دیگه خیلی دوست دارم. عاشق تیبا. مثلا شوهر خالم خودش 3 تا تیبا گذاشته تو پارکینگ هر روز یه دونه سوار میشه. رنگ مختلف. جدی میگم زنگ بزن بهش. نه بابا چیو زنگ بزن. زنگ نزنی من نمیخوام مثلا موضوع ازدواجیه حاجی ازدواجیه قضیه من بابا خود نظرت عوض میشه. تو ببین یه دونه باقاشو ببینی حاجی اصلا من قیافشو دوست دارم. یه دونه باقاشو ببینی نظرت عوض میشه. قیافشو میخوای چیکار کنی؟ برو تو کنون بر بعد عشق هم به وجود میاد دیگه. فکر کن ازدواج سنتیه دیگه باید ببینی که ندیدیم. ببین اسمش نمیدونی چیه اصلا. به خاطر اسمش خیلی دختر دوست دارن باش باشن با این قیافه. یا اسقر یا جواده. نه نه یه نه خب تو اون شهر همه اینو میشناسن. همه اینو میشناسن. بگو اسمش دنیله. اسمش عوض که گوشه دنیل. قبلش که دیگه بل کن. چند خواهر تک فرزند همه چی مال خودته. نه خواهر شوهری هست. مادر خالم که عالی میگم عاشقش میشه. خالم دست پختش حرف نداره. واسه آب گوشت میذاره. نه حاجی میگم موضوع چیز قضیه ازدواج است دیگه. ولی اگه منو به این بود که بخواستین دوست باشیم و اینا اوکی بودم. ولی آخه دوستی رو چرا میخوره تو اینجا میره. این میخواد بیا اینو من باید بشناسم مثلا این بیا بیا یه زنگ بزن به دست. اصلا من میگم یه سفر بزن بزن یه سفر زنگ بزن بهش. بودو بودو دارم میگم زنگ نزن. بابا وایس بابا حالا بودو بهش صحبت کن. تو بده گوشه نمون خود نرف بزن. من نمیدونم کیه. الو سلام دنیل خوبی؟ سلام خوبی؟ فدا چم نداشت قربونه. چه خبر؟ خاله اینا خوبه؟ چه خبر؟ سلام خبرها که بولو دست شما. جای شما خالی این بر بابا نمیه سر بزنی که چه خبر؟ قربونت. الان ببین پیش مونا هم خب آره گفتم گوشیو بدم باش صحبت کنی. من گفته بودم آره خدا بده گوشیو من کارش شد. گوشی گوشی سلام خوبین؟ قربونت. سلام خوبین؟ سلامت باشی. شما خوبین؟ سلامت باشی. من یاورم از اول پوریا. ولی از پوریا اینا خیلی خوشگل ترم. آره نشون دادیم عکستو. دانیل دانیله 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 دانیل صداش میکنه. دانیل صداتون میکنه. چه صدا میکنه نه بچه برای تو شناسنامتون یاوره. اصلا گفتم خب نه نه خب میاد اینجا پاس اینجا رو میگیره اسمش میکنه دانیل. آره خب خوبی مونا چه خبر؟ سلامت باشی. والا نمیدونم من اصلا عکساتو دیده بودم. با نیکا صحبت کرده بودم گفته بودم تو خواهیم رفیقتو اوکی کن بیاد با من ازدواج کنه. آره دنیل ما گفتیم تو خیلی ازدواجی. آخه اصلا بحث تو جدیه دنیل. دخترم نداشتم میدونن بچه ها. من گفتم بهت اینقدر بچه پاکیه. خالم فقط میخواد عروسی این پسرشو ببینه. لباس سفید کفن سفید. کلن گفتم که ازدواج کنه دیگه اصلا دختروازی نکنم. دختروازی هم که نکردم تا این سنم. ولی گفتن یه ذره ازدواج کنم. تحصیلاتتون چیه؟ ببخشید شما تحصیلات کارم هم خوبه. آها شما کارتون چیه؟ ببخشید شغلتون. ببخشید البته من میپرسم. من چند تا شغل دارم. نه بالاخره خیلی مهمه. من چند تا شغل دارم دیگه. تا حالا باید ببینی کدومش رو دوست داری بگم دیگه. مثلا خب شغل اصلیتون چیه؟ بیشتر گاوداریه. ماشین ما چون دام داریم دیگه. ما اونجا دام داریم. بعد بیشتر مثلا حالا گوساله میگیریم گاو گوسفند دیگه. بالاخره چندین راس داریم. من مزه محدود حالا زیادم نیستم 200 تا 300 تا. ولی آقا یا بعد تحصیلاتتون چیه؟ خودش آقا دنیل تحصیل دیپلم تحصیل کرده ای پس خدا رو شکر تحصیل کرده ما تحصیل ما نداریم ما نداریم ما دیپلم اصلا نداریم تو خانم دیپلم نداریم.
بعد شما چجوری شما خب عکس منو دیدین خوشتون اومده این باب آشنایی چجوریه؟ یعنی یهو میایین میگیرین عقد میکنین میرین؟ یعنی نگفتم اگه نیکا صحبت نکرده با چرا گفتم ولی من گفتم بیشتر تو ازدواجی گفتم این دوست گوی دوستم موناه من اونجا شناختم عکساتو دیده بودم بعد گفتم من خیلی خوشم اومده حقیقتا از مونا دیگه گفتم دیگه ببین واسه خاله پسر چیکار میکنی؟ یاور میگه اسبم خیلی دوست داره تازه میگه عاشق اسبم اسب دارم الان 6 تا اسبم تو گلستانه قبولم چی میده؟ اسب دارم اسب ترکمن ها به 6 تا گرفتم دیگه نگردم اینجا مسابقات میدم بچه مسابقات اونجا چیز میکنم خب دنی اصلا نگران نباش همه چی اوکی من با مونا صحبت میکنم الو یاوه مونا حرف نزدی اصلا من جونم ازم چیزی خود نمیخوا بهش بگی؟ میگه دنیل میگه یاوه بگو اگه جمله آخر بله الان داره میشنبه نه من روم نمیشه دیگه شما هم میشنبه خواستم فقط به خودش بگی خب باشه بیا من از رو اسپیکر برداشتم باش جانم سلام سلام مونا با من خوشبخت میشه خوشبختت میکنم والا من اصلا شناختی ندارم نسبت به شما بعد واقعا من نمیخوام ازدواج کنم یا من همه چی بهش گفتم گفتم مثلا با وضعش خوبه تک فرزنده چون اونم زمین داره مال مهمه دیگه حالا بیا آقا دماغ تو باید بری عمل کنی تو فکر کن من پوریا خوبترم چی؟ اون عکسی که تو نشون میگه تصور کن حالا شما یه چند تا عکس بفرستید اگه شد باب دوستیه من واقعا نمیخوام ازدواج کنم اصلا قصد ازدواج ندارم ما نداریم رسما ازدواجیه ان شاء الله من میام استانبول با هم آشنا میشیم حالا من مشکلی ندارم ما زوری که نمیشم مثلا سال زمان قاجار نیست نه داداش تو یه چی از من خواستی تو از پسر خاله تو از پسر خاله دختر خاله داشتی خواستی ما باید نونا رو واسه بگیریم تموم شد ما بستیم اینجا نه داداش من ما گفتیم دو تا اسب من گفتم دو تا اسب 10 تا از اون تیبا ها بنداز پشت قوالش زمینم یه ذره بنداز واقعا میگم یه مزراتی مهرت میکنم کوارت پورته داریم اونا عشق تیبا هم نمیگیرن وگرنه پولش دارن اوکی بگو من همه هنگش میکنم ببین تیبا همو میخوایم من رو سنت میزنم واسه خودت اینا اصلا ارزشی نداره که من بخوام بدم داداش با یه عکس به این نتیجه رسیده این اصلا مقصد میگم امروز سه بار به من زنگ زده با نیکا چند وقت داره صحبت میکنه فعلا عکس تو دیده خوشش اومده دیگه آخه با یه عکس این همه چیزا میخوام ما ازدواجیم یه دل نسته با یک نگاه عاشق میشیم بعد نیکا پاریس کرده خودی عاشق شدی چی بگم؟ بگو ما جمعش میکنیم نه جواب مثبت بده نه ما نداره جواب مثبته آش من تو دوست ننداز من قصد ازدواج الان ندارم نه میشناسم نه میدونم کی هست ما بیلیت بگیرم تو بگو من بیلیتو میگیرم ولی فقط ازدواج ما نداریم چیزی به غیر ازدواج تو فامیلیم اونو مسخولش نکنی یا یارو میخواد اونجا چه میدونم گاو گوساندهشو بکنه خورنجه بیاد اینجا عجب به خود حس بدی میگیرم اینجوری بابا خودش که نمیره چوپونی که آدم داره آدم میاره چوپونی نه اون خوبه من که نمیخوام بی ادبی کنم باور کنین اصلا موضوعی نیست من بی ادبی نکنم لباس خزدارا میپوشم کلا میذارم نه کوچالو اینا دامدار ما اینجوری میگه جواب مثبت بده گونه نه باب آشنایی آقا یاور باب آشنایی باشه دنی آقا دنی خودش میگه من یاور آقا دنی شما باب آشنایی باشه قدمتون سر چشم میایین آشنا میشین ولی بحث ازدواج اونجا بریم بعد برم فرودگاه امام خمینی اونجا جام تهران بیل بیام اونجا حداقل دیگه چیز دیگه 20 تن هزینته 20 تن هزینته داشت میای به نظر من میای بگیر برو جدی میگم من به یورو میدم خرجتو میگه به یورو هم میدم بس چیزی نداره بابا اسکول خیلی پول داره پول به یورو بگیر اینجا گیرش کن بعد اینکه من میام اونجا دیگه کار جمع شده باشه نیام الک مراسم یه مراسم کوچیک اینجا بگیریم آفرین میخواد من با خاله صحبت میکنم اصلا با خاله بلند شو بیا الان اولین دوست دختر منی و زن منی من میگم اگه اوکی من با موهینا بیام
بیا بیا داداش. میگه خودم بیام، نه با پدر مادر بیام. نه با هر کی میای بیا، ما اینجا اوکیش میکنیم. واسه من خالم دل تو دلش میبینه. یه بار یه چی از من خواسته منو. خب من باید اینو اوکی کنم. اوریا تو اون ور ببن. من که دیگه برم واسه بیلیت. بستم داداش بستم. فقط انگشته رو با سلیقه خودش بگیر. زنگ بزن به من نشونش بدم. نشونو. آره. یعنی تو من نگاه رو قبول نداری؟ تو ما رو قبول نداری؟ تو ما رو قبول نداری؟ اسکولی من اصلا موزم شما نیست. من باید بشناسمش به بود بدونم خب کیه. چی میگی داره حرف میزنی؟ یاور. یاور. من همه چی رو سپردم دست خودت توریا. داداش رو چشم. داداش دیگه اینه داداش من میمونه. رو چشم داداش خیال رو. داداش رو چشم. من بعد خالم رو سفید کنم. بزرگتر من تو باید داداش کوچ چیکار باید دومات کنی؟ خیالت راحت تو ببین تو سپردی به منم نیکا تو سپردی گفتی بستم با مونا من داخل سالا نمیخواستم لباسینا گرفتم که بیام هنوز با مونا کوچه‌بان گرفتی؟ کوچه‌بان گرفته داشت هنوز با من حرف نزدین کوچه اول گفتیم به خدا یه چیزی هست من نمیتونم. خب ازدواجی دیگه از آدم ازدواجی بدت میاد؟ آدم های ازدواجی این شکلی هست. حالا بگیر تو جامعه کم هست کسی زیر بار رو نمیره بگیره. خب بیا با خبر کنه دیگه یه دیگه گیرت نمیاد. بیا بیتر از این گیرت نمیاد. بیا حالا بذار صحبه گو صحبت میکنی. نه دیگه جواب الان مش بده بچه الان منتظر خوش خرد. بیا بیا دوست میشین. بذیش که من با مونا یه صحبتی بکنم. تو صحبت کنیم با مونا. یا و دنی. سندش رو به نام بندازم پشت قبال. یه خونه تو سعادت آباد هم میدم. یه خونه تو سعادت آباد. حاجی من اصلا قیف. یا هفته پیش خریدم پوری یا متر 145 شما 240 متر سقف. پشمو. بگو. پول دلو میلرده. متر 150 ولی خونه خریدم که میدم پشت قبال 240 متره. سالم بگو باشه بیا فقط چیز پزشکی سالم اینا تو فکر می‌کنی ما مواد پوادی داریم نه نه آدمو. بگو چیز مغزش هم بیاره تست بیاد همه چی آره. اوکیه همه چی حالا چون بگیر. بچه دارش نشکنه دانی جون یه چیز هم بگیر نوار مغز هم خودت بگیر آجین دیگه نه مغز این همه چیز رو نمیتونه بندازه باورش نمیشه داداش ببین باورش نمیشه تو بگیری تا تو حالا دوست دختر نداشتی اینو باورش این اگه باور کنه اینو همه چیز واسش حل میشه همه آخه اون هر کی منو میبینه میگه تو شهرمون خب همه آرزوشون رو با این باشن دختر نشه نمیتونه ببینی چی میگم میگم من یه نفر رو میرم خواستگاریش با همه ازدواج میکنم با همون رو میفرستمش زیر خاک دقیقا کل زندگی یه آدم باید نفر باشه بگو توکل به خدا دیگه میگه توکل به خدا حالا من رو میکنم اونجا با صحبت کنیم سلام به خاله برسون سلام به خاله برسون دادش تو دیگه سپردی به من رو نیکا خیالت راحت ما باید یه کاری باستو انجام بدیم ببین چی کار مونده داداش حله شوخی داری ماشی همه سمه رو ندیده اصلا اصلا امید به خدا باشه داشت ما هم اینجا کارات انجام میدیم اکس تو رو تشخیص دارم اشتا من سلامت بشید آقا یا به شما خدا حتما انشالله که شنبه همدیگه رو میبینیم سه روز دیگه انشالله آره دیگه که میگم چیز باشه بیام دیگه داداش چیکار کنم بیا داداش قدمت رو چشم اینجا خونه خودته من چی بگم افتا پسر خودم این پاجو سرمی ان شاء الله ببین تو بگو آرش اوکی من شنبه اونجا خدا حله با نیکا کاری نداری قربونه سلام برس خیلی سلام برس قربونت فدشم خدافظ خدافظ اوکی مون اوکی هر چی تو تمونه خدافظ 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 قربونه شبت بخیر خدا آره وایسا جواب نوار مغزش میاد من اسکول کردم من زدم بشی یه صد نه ببین بچه‌ها تا صبح نمیخوابه انقدر خوشحالا میشناسن میگه این تا صبح نمیخوابه میگه ای بابا مونا اوکی شد مونا چرا میخندی ببین تو گاو و گوسفنداشو ببینی گاو و گوسفند پشمت نمیره آجی من با گاو و گوسفندش چیکار کردم مثلا قیافش الان میبینی گوسفندونه چنده میبینی گاوونه چنده
همش مال خودش و باباش مهمون. خونه تو سهر چرا چرا تنها یه دختر با این دوست نشده؟ این مشکل آخه ببین نمیتونه دیگه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. الان من میدونم دیگه، پشت تلفن داشت دست پاش میلرزید در اون قلب و میشناسه پسر خاله‌مه دیگه. من خودم یه سری باش رفته بودم سر قرار، خب اصلا حرف نمیزد بچه، اصلا حرف نمیزد، فقط بود زودتر بریم. تو میخندی؟ رفیق بیو پشکر دو سب کن، دوباره بسنگ بزنم. نه توش دوباره آبرمو نبر. من مستم بزنگ 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 بابا، ای بابا نگاه کن مردش اصلا کاش نیمده بابا، تقصیر تو شده. بیا 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 نگاه آبرمو داری میبری. نه بابا نزنی داداش، خود بهش بگو داستان چیه، ما نگفتیم چی. آره اصل داستان، اصل داستان رو بگو. دوربی مخفی بودش. علی کیه؟ رفیق کام ایران. دمت گرم آرش. مرسی آرش، دمت گرم. وای پشمام داداش، ببخش میگه ولی خوشحال شده. خیلی قشنگ بود. من میگم آقا این دادا دمت گرم، ببخشید مزاحمت شدم. ساعت چنده؟ عشق منی. آره عشق منی، ببخشید مزاحمت شدم. دمت گرم، خیلی حال دادی دادا، مرسی. صحبت میکنی فدات شم. قربونه فدات شم. من احمقو بگو، فکر میکردم این داستانه واسه بقیه است، به دوست درم میکنی. رحم الله یوختی اینجا مرلی مارو ازن نداری. یه پسر خاله دیگه هم دارم. نه برو برو اصلا واقعا خیلی کار بدی کردیم عزیزم. ویدیو بود ناراحت نشدم تو بچه، من که ناراحت نشدم. آخه اون اکرنه اکسی که تو نشون دادی اصلا یه چیزی بود که اصلا خیلی باورت شده. نه خیلی اکس افتضاح. بعد چه جوری میشه توی این فصل، توی این موقعیت که هیچ کس بگیر نیست، کی میاد میگیره؟ اینقدر پنداموزی بود این ویدیو، این یعنی این که هیچ کس نمیگیرتتون. این یه دوربین مخفی بود فقط که کسی من یک کسی مناسب پیدا کنم میگیرم، اگه کسی مناسبی بود به من گایره کنم. این دیگه نرم برای خودتون میشه، این در کامش خانمه رو میاد تو نرم.